مولوی عبدالکبیر سرپرست رئیس وزیران با شمار از نظامیان از جمله جنرالان و فرماندگان نظام پیشین در کابل دیدار کرده است. سرپرست رئیس وزیران در این دیدار با تأکید بر تطبیق فرمان عفو عمومی از سوی رهبر امارت اسلامی گفته که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. مولوی عبدالکبیر از کسانی که کشور را ترک کرده هم خواسته تا دوباره به افغانستان برگردند. تأکید امارت اسلامی بر عملی شدن فرمان عفو عمومی. مولوی عبدالکبیر سرپرست رئیس وزیران روز گذشته با شماره از فرماندهان و نظامیان حکومت پیشین در قصر سپیدار دیدار کرده است. سرپرست رئیس وزیران در این دیدار بر تطبیق فرمان عفو عمومی تأکید کرده و گفته که هیچ کسی حق آزار و اذیت دیگران را ندارد. بیرون که چه څومره کسان اوسیږي هلته که ژوند د تکلیف سره مخامخ وي د افغانستان دروازې د ده په وړاندې خلاصې دي که په ترکیه کې وي که په پاکستان کې وي که په ایران کې وي او که په یورپ او امریکا کې اوسیږي د افغانستان دروازه ورته خلاصه ده په ازاده توګه راتلی شي. مولوی عبدالکبیر همچنان از کسانی که کشور را ترک کرده خواسته تا دوباره به کشور برگردند. او در این دیدار گفته که امارت اسلامی در کنار تأمین امنیت سراسری تلاش های جدی برای برقراری روابط نیک با جهان و رشد و توسعه اقتصاد افغانستان را نیز دارد. اوس د دغه اهدافو د لاسته راوړلو نه وروسته موږ قرار ناست نه یو چې اسلامي نظام راوستل امنیت راغی نور کار به موږ نه کوو. موږ به د ملک د انکشاف په خاطر، د ملک د بیا احیا په خاطر، د اقتصاد د ترقۍ په خاطر او د دنیا سره د ښه روابطو په خاطر داخل زل د منګه روانې. شمار از آگاهان نیز بر این باورند که تطبیق فرمان عفو عمومی می تواند جلو افزایش مهاجرت ها را نیز بگیرد. با این حال شمار از نظامیان پیشین در این نشست گفته که آماده اند تا با نظام کنونی برای تأمین امنیت همکاری کنند. صدور فرمان عفو عمومی و تأکید اراکین بلندرتبه حکومتی در صورت عمل شدن از مهاجرت افسران، سربازان و تعداد زیادی از ملکی ها به کشورهای دیگر جلوگیری می شد و یقینا در عرصه نظامی و ملکی اثرات مثبت به جا می گذاشت. در نزدیک به 2 سال پسین صدها تن به شمول چهره های سیاسی و نظامی که در پی سقوط جمهوریت کشور را ترک کرده بودند از طریق کمیسیون تماس دوباره به افغانستان برگشتند.